بالاخره جنگ دیشب برای این بچه هم تمام شد. تنها شدم مشتی، احمد از تنهایی در اومد، من چی کار کنم؟ غم آخرت باشه. میدونی مشتی، من و همسال من خیلی چیز رو از دست دادیم، از رایی چی نفهمیدم. این من هیچ خبری نیست مشتی، هیچ خبری نیست. خوشت نبود جون بابا، امروز حواست به همه چی باشه، کار زیاد داری. سلام علیکم. سلام. پهلوان خدا صبرت بده، اینم کار خدا بود که این عروسی شکل بگیره و یه باری از رو دوش این طفلک برداشته بشه و بره. خدا رحمتش کنه. تسلیت میگم. ای وای، خاله اقدس میگفت غیرت آقا زبی اجازه نمیداده خاله پروین رو تنها بذاره. خدا بیامرز روحیه یه پهلوان رو داشت. بفرمایی تو، بفرم. خدا صبرت بده پهلوان. بیا آقا جون، این فعلا پیشت باشه، حالا بیشتر از نیمت میدم. خیلی آقایی. آره غم نداشت. خیرت بده. دم شما گرم آقا. میگم پسر خوب، آدم وقتی پول کم میاره که بچه‌شو در خونه مردم نمیذاره، قربونت برم. به جون خودت نباشه، به جون خودت. ببین وقتی این جریانو شنیدم ها، به بچه گفتم آنی باباشو پیدا کنی ببینم دردش چیه، غمش چیه، حتما غم داره بچه گوش خیابون. به خدا آقا، خودم هم چه وقتی که خواب و خوراک ندارم آقا. ای والله. دمت گرم آقا. خیلی آقایی. ای والله. داداش بس جیبت، اینو بس جیبت. بازم بهت میدم. واسه بچه ها هیچ کی پدر نمیشه خداییش. حمیدی میری اونجا بچه تو خرکش میکنی ورش میداری میری بیرون. من نمیدونم چجوری هر جوری شده، بابت پولم خیالت راحت راحت باشه. ببخشید راضی. خواهش میکنم. الله سلیم جا در ببن. من اصلا پشیمون شدم راضی خواه. والا اونو که از شما انتظاری ندارن، این بچه گناه داره تو این گرم. خوش به حالش که اینقدر شما حواسش دادی بچه دیگه، واقعا داره حسودیم میشه. تیم سار شما دست بردار نیستی نه؟ سلیم جان اذیتش نکنیم، بنده خدا مأمور و معذور. حالا ایشالله امروز بابای این فاطمه خانم میاد، این آقا راحت میشه. شنیدی تیم سار؟ ایشالله امروز بابای فاطمه خانم میاد، شما راحت میشین، منم راحت میشم. ایشالله. مطمئنی؟ بله بفهم. خیلی مراقب خودت باش. سلامت. بفهم. بفهم.
خونین سهر آسمان گل رنگ و گل گون گل رنگ و گل گون جهان دشت شقایق گشت از این جهان دشت شقایق گشت از این شده. نمیخواد با هم حرف بزنه. شما اینجا باش. عجیبه این آقا زبی حتی با خونه نشینی هم همه رو عاشق خودش کرده، تو دل همه جا داره. بهش قول دادم کتاب خونه تموم شد هر روز واسش کتاب بخونم. خاله پروین گفته بود هر حرفی رو پیشش نزنم، ولی من گوش نکردم. اگه چی بهش گفتی؟ از دست مامان جاله شکایت کردم، از این که نمیخوام بهمن بابام باشه گفتم، دیگه نهیدم به ام بخنده. بیا بذارم عشقاتو پاک کن. پدرت نگرانته، شاید باور نکنی آقا کنبه، گاهی وقتا که میبینمت قبطه میخورم. بنگی کاش پدرم زنده بود، کاش بابام بود،
ها کاوه، بزرگتر که بشی وقتی بار مسئولیت بیفته رو شونهات، یه وقتایی اتفاقات و یه مشکلاتی پیش میاد که پاهات دیگه توان راه رفتن نداره. اون روز خیلی ها میخوام بهت کمک کنم، دلداریت بدم، دستتو بگیرم، بهت یادآوری کنم که تو مردی، مادرت، فامیلت، رفقات، ولی کمرت خم شده، زانوات راست نمیشه که بار وزنتو نگه داره. تو این روزای سخت تو دنبال کمک نمیگردی، دنبال دلداری نمیگردی، حتی دوست نداری بهت یادآوری کنن که مردی، دنبال یه نگاه میگردی، یه نگاه که بدون حرف کمکت کنه. تو این روزا باباها معجزه میکنه، میتونی بغلشون کنی، سرتو بذاری روشونشون، های های گریه کن. اون وقت فقط کافیه که پدرت یه دست نوازش رو سرت بکشه، کمرت صاف میشه، زانوات قوت میگیرن که وزنتو تحمل کنن، آروم میشه. ای کاشون هم مثل زبی بود. زبی هم یتیم بود. کاوه خوب گوش کن به چی میگم. اگه قرار بود یه روز آقا زبی تو رو نصیحت کنه، مطمئن باش که همین حرفا رو بهت میزد. خاله حسین هم که نبود بیاد منو بیاره. هیچ که مثل تو هم زنگرش نبود، هیچ که مثل تو خاطرش نمخواست. کجا رفته بودی؟ زیارتت قبول، خوش آمدی، بفرما زبی، زبی بفرما برو لطفاً از اینجا برو، دخترم اینجاست، نمیخوام تو رو ببینه. شنیدم دکتر شده. اینجا برای خودت خبرچین استخدام کردی، برای چی برگشتی؟ لطفاً دیگه سراغ من نیا. مادرت هم همینجاست؟ آره همینجاست و من نتونستم لحظه آخر ببینمش. اومده که چی بشه؟ گذشته بلم نمی کنه. دنبال گذشته می گردی؟ یه حرفایی هست که باید بهت بگم. برای حرف دادن خیلی دیر شده، لااقل برای من و مادرم دیر شده. منم خیلی چیزا داشتم به مادرم بگم، ولی دیر شده، نشد. نرو سیاوش. من نیومدم اذیتت کنم.
خدا بیامرزه، دلم براش تنگ شده. بابا بهمن، آدم های خوب با رفتنشون سایهشون کم نمیشه. کجا داریم؟ از اینجا بفهم. زندون که بودم، روزایی که نمیومد ملاقاتم، ترس میومد سراغم. میترسیدم گذشتم دوباره بیا سراغم و برگردم به سابق. خدا رو شکر که گذشته و حالت پاک آقا بهمن. اگه حاج فتح‌الله نبود و جلومو نگه نمیداشت، تا خود جهنم رفته بودم. سلام آقا. سلام مرد. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مشتبه رفت سر قبر خالش فاتحه بده. بله میدونم. این میدونم و زهر مار، تو چرا اینقدر دست و پا چلفتی؟ یعنی چی آخه؟ ببین، منم روح انگیزی تو همه قبرستان ازش خواستگاری کردم، چه خطرها که نکردم. برو برو سر قبر، هم یه فاتحه بده، هم یه عرض ارادتی چیزی بکن. برو نخند زهر مار، مثلا ما عزاداری ما. برو دیگه. بایسته بینم مشکل پسر کجا؟ بکری آقا پروانه نیست، هر غلطی که بخوای میتونی بکنی؟ آقا بهادر، شما نه سر پیازی نه ته پیاز، بیخیال. حالا تو فکر من وسط پیازم. ناموس آقا پروانه، ناموس منه. بچه ما از سلوی برو دنبال درس مشقه. داری شورشو در میاری یا بس کن دیگه. اه سر خوب، ما بچه بدی نبودیم، این کوچه خیابون بود که واسه ما معلم بدی بود. بیدارم فکر که میارم پایین. برو شما ببر. یامش کو اینو. باش برو سر. دیدی شجری شد؟ آره میدونم. اصلا حوصله نداشتم. موندم چرا انقدر زود؟ اصلا نمیخواستم چشم تو چش این سید بیفته. اصلا حوصله‌شو نداشتم. میدونی که بابا من یه عمره دارم بهت میگم به این آدم اعتماد ندارم، گوش نمیدی دیگه، گوش نمیدی. منتظرم و یه جا سید و تنها گیر بیارم حرفامو بهش بزنم. حرف زدن چه فایده ای داره بابا؟ بعد از یه عمری میخواستیم سر و سامون بگیریم که اونم چلوسید رفت پی کارش. الهی بمیرم مادر، اصلا ناراحت نباش، میگردم خودم یه دختر خوب و شیر پاک خورده برات پیدا میکنم. اصلا چه بهتر، دختری که با حرف مردم جا بزنه به درد تو نمیخوره. من که دیگه دل دماغ این کارا رو ندارم، مگه اینکه چشم به چشم این سید نیفته. صبر کن حالا. صبر میکنیم. من رفتم. جون چه هواییه، جون میده تاف بزنه یه سال با این عبا حال کنیم. سلام. سلام. چرا خاک مرده پاشیدن توی مرد بچه ایشکی نی؟ ببین من مواد دیگه نفروشم گذاشتم کنار، برو رد کار ازدم نه. یه بار دیگه اینجا ببینمه، ترچی دید چش خودت دیدی، بپیچ به بازی چفت چلو یه وری. یه آدم هم که پیدا کردیم عقلش پاره سنگ وشته روانی. میگم چرا ایشکی تو کوچه نی؟ ببین سدی مچاله شده عرق کرده لای هزاری، مواد گذاشتم کنار، زور و بازم سر جاشه. یه باری که گنده تا رد دهن اصابت کنی میبرم میترسونم اتا پخ پخ. ببین دسته بنده پایین بابا. برا حالا جوش میاری بابا. میگم رفتم در خونه سید در زدم، ایشکی در روانه میکنه، نمیدونی کجا؟ مازا فازا جان. فازت چیه؟ تو چه سنمی و سید داری؟ با بچه هم گوشتم پیشش. باری که خوالم از ریختت به هم خواهد. آخه بابا آخه زهر ما رو خواه بچه رو میستانند از سید. بابا بهتر از سید من کیو پیدا میکردم؟ یه معرفتی خرجمون کن دیگه، میگه چیکار کنم؟ اسمت چیه؟ قربونت. بچه هم گوش کنی هستی؟ هستم. پس به بچهت میرسی. زمنان از امشب تمام هزینات پای من. هزینه نمیخوام آقا، بچه‌مو میخوام. و آقا پروانه مثل این که توی این مرگ خبرهاییه. کجا پا پیچوندی؟ میام حالا.
نگران نباش، دامادمه. بیا تو. بیا بشین. ببین خلیل، من اگه اومدم جلو حوصله شریک اضافه رو ندارم. گفتم دامادمه، نگفتم کاره ایه. بهتره همینجا سنگامونو بابی چنیم. من حوصله بامبول فردا رو ندارم. خیلی بی احتیاطی میکنی. اصرارت بر اومدن اینجا چی بود؟ حواس برام نذاشتی. حتی سر خاک زبی هم دلم آروم نداشت. با عجله اومدم اینجا. مرد مومن، زندگی من رو حواس. نه ترس، به حرمت شهید سر خاک میموندی بهتر بود. قسم حضرت عباس رو باور کنم یا لا اله الا الله، بد نمیاد این حرفا. مگه ما اجنبی هستیم؟ شهید بالای سر ما جا داره. آها، شما که راست میگی. ببین آقای پروانه، شریکش نیستم اما پشتش هم اینه کو. آقا جون میگه زمین مال خودشه، دیگه این قرت هم نداره. خلیل، داماد زبلی داری، میدونه بهش اس بیشتر میرسه. حالا حرفتو بگو. راستا پوست چنده به من بگید ماجرات چیه؟ قضیه از چه قراره؟ چرا سلیم نمیدونه اینجا خونه داره؟ چرا دیگرون نمیدونن؟ اصلا تو میدونی زمین اینجا متر چنده؟ آروم بگی. خب نمیدونی؟ نمیدونی زمین قیمتش چنده که اینقدر راحت و دلگنده ای؟ میدونم، ولی مثل تو افسارم به مال دنیا بند نیست. خیلی جالبه، مرد مومن داری برای زمین مردم سند جعلی درست میکنی و جلوی من جانماز آب میکشی. شما از چیزی خبر نداری که. ببین خلیل، من اعصاب درست حسابی ندارم. به این دامادت بگو خفه خون بگیره، من دارم با تو حرف میزنم. یعنی چی؟ آقا جون، اگه خبریه به منم بگی. اگه فردا خدای نکرده افتضاح بار اومد، من بدونم و برم بهتره چه؟ واسه جعله سند ادامه مون نمی کنم. منظور رفتن زندان بود. ده همین خنده هات و راحتیات و دلگندگیات داره من رو خفه میکنه. من مترم قیاس زمین دقیق اندازه زدم. اگه چم و کسی هست فقط به خودم بگید. خلی، برادرزاده چلش بو قرمه سبز میده. تو به کله اون کاری نداشته باش. تو پول تو بگی. اینجا پول. ببین آقا خلی، من بچه نیستم. خودت خوب میدون اگه میخواستم اذیتت کنم، حیثیتت رو هوا بود. رو من حساب کردی، منم اذیتت نکردم. خب دیگه تیکه ننداز. بازم خودت خوب میدونی دور از همه این بازی ها، اگه بابات زمین ادعا کنم بی نصیب نمیمونم. بفهم، بازم شروع کردی. ببین پروانه، اگه خستی مثل یه مرد دست بده. این زمین بیفته دست سلیم، دیگه نمیشه جمعش کرد. مصلحت نمیفهمه. تو روستا سر ارث و میراث وایستادم که بفهمه نفهمی. امروزم زخمی همون روزاست. الانی که مردم برگردن، این حرف را رها کن خلی. خریدار کی میاد؟ پسر دیوونه؟ نسرین، آقا جون نسرین دمه داره، الان که برسه. باشو باشو بریم اونجا. خب مگه چه اشکالی داره ما رو با هم ببینیم؟ نگاه کن ببین تو راه رو نباشه. کفشو کفشو.
سلام. سلام. من پایینم، چرا اون بالا رو نگاه میکنی؟ نه آخه میدونی یه ذره روزه اونا بریده، نمیدونم چرا چپ میبینم. شما تاج سر وای رسمی خانم، حالا چی شده این وقت روز اومدی خونه؟ هیچی، شنیدم این بنده خدا به رحمت خدا رفته، خواستم برم سر خاک، دیر رسیدم، حالا گفتم برگشتن دیگه میرم مسجد. مسجد؟ آره مسجد، چطور مگه؟ آخه سلیم حشمت خجالت بکش، وای ختم شهیده ها، دیگه داری شورشو در میاری. حجی سرچله سلیم توی این محله پیدا شده، شاید از ماجرای زمین خبردار باشه. خودش میدونم خبر نداره، اما اونی که فرستادتش اینجا باید امتحان کنم ببینم چی تو چنتشه، به زودی اونم میفهمم. برادرزاده آدم زرنگیه، سرگرمش کن، سرگرمش کن، از ماجرا بوی نبره. تو به اون کاری نداشته باش، تو فقط اگر صحبتی از زمین شد منو در جریان بذار. خیلی خوب، افسار الاغ ما دست تو، چجوری بیرون بره؟ الان دیگه رفتن تو، آروم برو، گوشاش تیزه. خلیل، جل سند باید تمیز باشه. برو. شما بفرمایید. حالا چطوره؟ شکریم آقا. به من گفتن شما بر نمیگردی، ولی من حرفتو باور کردم. شما آقایی، میگم بچه هم حالش چطوره آقا؟ شما به اون حرفی که به من زدی فکر کردی؟ چه فکر آقا؟ گفتی یا میام بچه رو میبرم یا... جواب نمیده. مش صبحانه های دکتر، اگر ممکنه با هم دیگه بریم مغازه آقا هرمز یه دقیقه، پدر این بچه اومده. خب وقت به جوادی نمیخوای بگی؟ هرچی تلفن میزنم جواب نمیده، حالا میگم صادق باش تماس بگیره. آقا صادق جونه، این آقای جوادی رو بگیر بگو هرچی زنگ میزنم جواب نمیده، بگو سریع خودشو برسون. چشم چشم. بفرم. انقدر انگشتات خوشگله، تو خیلی دختر خوشگله هستی. ببینم چیه عزیزم، بزا بغلت کنم، گردنت میره. آخش خواهی با هم عکس نگاه کنیم؟ ببید عکس نشون بدم. آخش فاطمه خانم نه خب یا میخوام بهت عکس نشون بدم. بذار این آقا رو میشناسی؟ چه اخ میکرده؟ تو رو خیلی دوست داره ها، تو هم دوستش داری؟ خیلی مهربونه، اینجا تو عکس اخم کرده. چرا زور زده به من؟ خب حرفتو بگو. این چرا اینجوریه؟ تصادف کرده؟ آقا شما چیکار داری به این کارا؟ حرفتو بزن. خواستم دو کلمه خلوت کنیم با هم. آره، ولی چون مسئله مهمیه ما قرار گذاشتیم، تصمیم گرفتیم که به عنوان شاهد اینجا باشیم، که اگه فردا مشکلی پیش اومد دوتا شاهد به درد میخوره. کم کم مغازه ما داره میشه پاتوق آقا سید، خیلی جالبه. هرمز جان بذار حرفشو بزنه. چشم بفرم.
من آدم نمک نشناسی نیستم. چون شما در حقم بزرگی کردی، نمیخوام جلو جمع دلگیر بشی یه وقت. چرا؟ مگه چی میخوای بگی؟ راستش اون روز که بچه‌مو گشتم دم در خونتون، خیالم راحت شد. به حال روز این روزای من نگاه نکنید. بچه‌م دوستش دارم. بعد فوت مادرش عزادار آینده‌اش شدم. تازه فهمیدم این بنده خدا دردش چیه. مشتی بذار حرفش تموم شه. گفتم فهمیدم که فهمیدم. این بنده خدا داره میگه چرا بچه‌مو مفتی بدم؟ پول می‌خوای آره؟ نه به جان بچه‌م. ای بی غیرت. آقا اجازه بدین حرفشو بزنه. بگو پسر. آقا من بدبخت بودم. بیچاره بودم، زار و نزار بودم. گفتم در حق بچه‌م پدری کنم. گفتم بسپارمش به شما. ولی الان مشکلم حل شده آقا. اومدم بچه‌مو ببرم. پولم از شما نمیخوام. ببین. من از این سید دل خوشی ندارم. ولی راضی نمیشم بچه زیر دست بال تو بزرگ بشه. بذار حداقل اونجا بزرگ شه آدم بار بیاد. خواهش میکنم. شما اجازه بدید. ببینم تو که قبلا یه جوری دیگه حرف میزدی. بله، شرمندم. زدم زیر حرفم. اصلا من خودم پرسجو کردم آقا سید رو پیدا کردم. خواستم بچه‌م زیر دست آقا سید بزرگ بشه. ولی الان چی؟ ها؟ ده خجالت بکش. ببخشید. شما همه بزرگ منی. ولی ما حق نداریم ایشونو قضاوت کنیم. سید جان قربون اون جدت برم من. اون بچه طفل معصوم حق نداره؟ بذارید دست این بزرگشه چه بلایی سرش میاد؟ چی میشه؟ روم سیا سید، شرمندم. به خدا خیلی دعاتون کردم سید. ما هم سعی کردیم امانت دارای خوبی باشیم. آقا سید، این کار شما حال منو به هم میزنه. چجوری راضی میشه اون بچه زیر دست و بال این آدم بزرگ بشه؟ این پدره؟ یا الله. آیا علی، ای بابا، ببین جل چشمم وانسا، یه چیزی بهت میگم. برو اونور نگاه نکن، برو اونور. ببین تو هرس نخور. مگه میشه هرس نخورد آخه دکتر؟ ببین این بچه‌م یه خدایی داره دکتر. بی خیال، الان واقعا بی خیال. خدایی داره، خدایی داره. عوض نشدی؟ بی خیال دیگه، الان من ایسته بدی میگم. آخ 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 آخ، خدا رحمتش کنه، روحش شاد، روحش شاد. چقدر عقده نگه داشت تو دل پیرش. تفلی چقدر دوید و فهمید رو تردمیله، ولی راحت شد. چاکر شما. من اگه شما رو نمیشناختم بازم میفهمیدم که عموی سید سلیم هستی. مخلص شما نیکو هستم. منظور چیه؟ منظورم اینه که شما دوتا پا تو هر محله‌ای بذارید اون محله رو میگیرید تو دستتون. دل پوری داری ولی منظورتو نمیفهمم. آره دلم خیلی پره. ای کاش آقا سید سلیم پاش به این محله باز نمیشد. ولی یه حسی بهم میگه که حساب شما با آقا سید سلیم جداست. یه حسی دیگه بهم میگه به شامه عمو پروانه هم اعتماد کنم، چون اون بوی پولو خیلی خوب میشناسه. خودت زکام شدی؟ صدقه سری آقا سید سلیم، شما هر بلایی که فکر کنی سرم اومده ولی زکام نشدم. آدمیزاده دیگه، یه بویی به دماغش میرسه، یه خبری به گوشش میرسه. منظورتو نمیفهمم، حرفتو بگو. منظورم اینه که احتمالاً میدونی که میدونم بچه. منم بازی. گشنته علامت چی درست کنم؟ قول نزن اینقدر. یه دقیقه بایستا. یا الله. آجاقا سلام علیکم. سلام علیکم. آجاقا ببخشید صبح داشتیم میرفتین یادم رفت بهتون تسلیت بگم. خیلی متشکرم. تسلیت میگم. سپاسگزارم. بچه خوبن؟ شما اینجا بودی از بنده میپرسی؟ خوبن؟ خوبه خوب. خدا رو شو. خدا رو سه هزار مرتبه. های داره چیکار میکنین؟ بهادر، 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 بهادر،
چیکار میکنید؟ سر من بلند کردی؟ ها؟ او پسرت جمع کن افتادی دنبال دختر مردم. ببین به پسر من تو عمر کسا بگن گردن من تو بزن گردن من رو بشکنی خواهش گردن تو خبره بری کنار بینم تو چیکاره محلی؟ داروغه ای؟ کلانتری؟ قاضی؟ واسه چی دست رو پسر مردم بلند میکنی ها؟ خدا رحمتت کنه ابا دقیقه غافل شدم ببین چه عرم شنگه ای رو انداختینا چی شده پهلوان؟ والا چه عرض کنم از آقا بپرس خدا خدا اسمت خانم آقا نمیخواد الان توضیح بدی چی بله سر خودت آوردی باید بری مطب آقای دکتر خوبم فقط میخوام توضیح بدم آقا جون بابا میخوام توضیح بدم چیزی نمیخوام بگم که آقا جون به خدا اسمت خانم داشت سینیه حلوا رو میبرد گفتم بدید من ببرم بابا مهدو خانم خودش برگشت گفت بیام کمک اینا از صبح داشتن به پرپای هم دیگه میپیچیدن چفته جلوی بری به پیش بازی درنگ کی بودید تا به پیش بازی دیگه آفرین که گریه نمی کنی دختر خوش اخلاق نم شیره داغ نباشی بسیز یا اول فصل یا اول فصل یا امام حسین من تعطوی این دسته رو در میارم پول برمده میخوام برم زیر سنگم باشه پیداش میکنم کجا ملو بیار باباشه آسیه. مگه میشه تو روز روشن از تو خونه آدم یه بچه رو بدزدن و کسی نبینه این رسم مؤمنیتون سید نکنه من معتادم و نمیتونم خرج زندگی بچه‌مو بدم بهت گفته بودم که اگه پای پلیس بیاد وسط دیگه چی ما رو نمیبینی من از خانومش مطمئن